واقعا شلوغه. یه وقت فکر نمی‌کردم این دست باحالی لبو نباشد. آنمشه درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. امروز اومدیم محله ناز آباد، اینجا بازار دوم ناز آباد. میشه گفت یکی از شلوغ‌ترین جاهاییه که میشه تو محله ناز آباد پیدا کرد، مقایسه کرد با بازار، حتی بازار بزرگ. حالا من از انتهاش شروع کردم، میریم کامل کنار هم دیگه کلشو میگردیم و میبینیم. حالا نگاه کن اینجا یه دونه رستورانه، واقعا رستوران و کافه‌های خیلی شیکی داره. حالا کنار خیابون همینجور هم بساطی هست، میشه گفت مغازه‌هایی که جنس‌های خیلی قیمت مناسبی داره. یه چیزی بهتون بگم، اینجا یه بار ترافیکی خیلی سنگینی داره این خیابون. اینا اصلا این تایما بیایید، الان جمعه بعد از ظهره، میشه گفت یکی از شلوغ‌ترین تایماشه. اینجا میبینید که بانک بستاست، جلوست بستاتیه. میدونید که بهتون گفتم باید اینکه شهرداری تا ساعت 4-5 نمیذاره بستات کنن، اکثرا از ساعت 4-5 بعد از به بعد میان بستات میکنن. یه چیز جالب بابت محل ناز آباد هست که میخواستم بهتون بگم، الان داستانی که شنیدم بیشتر بر این محوره که میگن سال 1320 میشه گفت این محله تقریبا شکل گرفته. حالا قبل از اون زمان ناصرالدین شاه یه سوگلی داشته به اسم ناز خاتون، حالا یه دهی بوده به اسم ناز آباد که رفته رفته حالا بنا به اتفاقات گذشته که اینجا اتفاق افتاده رسیده به این اسمی که نازی آباد. محله‌ای که حتی پیش جوادیه از بستان ولایت، حتی اسم قدیمی بستان ولایت نمیدونم متاسفانه، ولی خانی آباد، راهن، حالا این برانبرش زر پایینتر شوش، همه این سمت راه داره و یه جایی میشه که بازار خرید همه این محله ها محسوب میشه. بعد در ادامه حتما اون سمت خیابون هم میریم با هم، یعنی اون سمت هم با هم بر میگردیم. بابت شلوغی بهتون گفتم، واقعا جز بازار شلوغ ها، یعنی توی بعضی تایم ها خصوصا دم عید اصلا جای سوزن انداختن اینجا نیست، چون قیمتاشون خب نسبتا خیلی مناسبه. حالا بچه های نازی آباد دوستانی که از اینجا اطلاعات بیشتری دارن خوشحال میشن من رو راهنمایی کنن، تو کامنت ها حتما بگن. من عذرخواهی میکنم اگه یه موقع نتونسته باشم اون اطلاعاتی که این محله را رو بهتون به صورت کامل بگم. از همه مهمتر میشه گفت وجود این درخت های چنار و این قدمتی که این خیابون و این پیاده رو داره باشه، میشه فهمید یه کامله یه عرض عریضی داره. البته نسبت به اون سمت خیابون عرض اینجا خیلی بیشتره، یعنی آدم حس میکنه که قدمتش خیلی بزرگتر و بیشتره. هرچی به هسته مرکزیتش نزدیک میشین شلوغتر میشه. کام درخت ها رو بهتون نشون بدم که وجود اصالت اینجا رو کاملا نشون میده. حالا باز اون قسمت که وارد شدیم دقیقا میشه ببینید که چقدر پیاده روی عریض‌تری داره و یه جورایی میشه گفت خیلی خیلی شلوغه. اینجا هم که خیابونه، حتما تو قسمت برگشت از اون سمت خیابون برمیگردیم. در ادامه حتما با من باشید. اگه میبینید شب انتخاب کردم، چون شب اکثر مردم میان برای خرید، مغازه ها نورشون معلومه، جنب و جوشی که تو شب هست خب مسلما تو روز نیست، چون اینجا
بیشتر حالت بازاری شکل داره تا راسته گردشه. همه میان نگاه میکنن، حالا خریدم میکنن، تو بعضی رستوران ها غذا هم میخورن یا فست فود، حالا فرق میکنه. کافا میگم از نظر شیک بودن جز مناطق شیک شده یه جورایی. ممنونم از تک تک شما عزیزان که هر لحظه هر جا منو با نظراتتون با کامنتاتون راهنمایی میکنید. این صدایی که میشنیدید در داخل یک کافه میومده، یعنی کاملا میتونستید ببینید که چه صدایی داره. داشتم میگفتم از تک تک شما عزیزان ممنونم و قدردان به خاطر تمام محبتهایی که نسبت به من دارید و هر روز با حمایتاتون باعث میشید که من ویدیوی بهتر و قشنگتر بهتون ارائه بدم. واقعا یه حس حال خیلی خوبی داره اینجا، همسان وجود این درخت ها با این قدمتی که دارن و این پیادرویی که اینجا اینقدر عریضه، یعنی شما کاملا میتونید رو ببینید که چه پیادرویه. دیدم 7 متر یه مبلمان داره و میشه گفت جای مناسبی حتی برای قدم زدن و حالا خرید کردن. اینجا موقع خروس هم میبینیم. من اومدم تو این لاین یه ذره بتونم از اون فضایی که دور شلوغه یه ذره جدا شم. شاید خیلی از دوستان اینجا رو بشناسن، اسم کوچه ها رو بدونن، من نمیشناسم به اون صورت، اطلاعات خیلی زیادی ندارم. اینجا شیر اکبریه. ترافیک انسانیش خیلی زیاده. یک لحظه که پیاده رو تنگ شد شما میتونید ببینید هر از گاهی همه چند تا عدی مجتمع تجاری هایی که الان تعاده تحسیسه اینجا وجود داره. یه تعداد میرن این داخل. میتونید بعد از این محله‌هایی که خیلی قدیمیه، خب میتونید آدم‌های خیلی بزرگی ازشون به وجود اومدن، یعنی از اینجا رشد کردن و حالا اومدن پیشرفت کردن و به یه جایی رسیدن. بیشتر میشه گفت ورزشکارا و حالا سیاستمدارا هم ممکنه بوده باشن، من نمیدونم زیاد، ولی مطمئنم ورزشکارهای زیادی بودن که از اینجور محله ها به قول خودم روش کردن و به جایی رسیدن. اینجا همون کافه هایی که بهتون گفتم داخلش رو اینه. خب
بساتی دوباره خونه. پر از بساتی ها. قیمتاشون هم واقعا مناسبه. حالا همین الان تو مغازه می‌خرید شاید دو برابر قیمت باشه. بعضی موقع حالا می‌خرم. برند نیستن اصولا. چی؟ من با تمام دست رو حالا حتما میریم اون سمت. بعد مغازه‌ها که تخفیف گذاشتن چه خبره؟ فقط همین به حد اینکه ببینید. واقعا شروع بود. الان میدونید که اومیکرون هم اومده. معلومه که سه تا ماسک دارم ولی دوست دارم عزیزان رو بر اگه یه درصد از دوستانی که منو دنبال میکنن ایران هستن یکم بیشتر رعایت کنن. یالا درسته من مجبورم بیام تهیه میکنم براتون ولی دیگه شما که مجبور نیستید من خرید کنید. امیدوارم که اتفاق خاصی برای هموطنان عزیزم نیفته. سعید ما مطمئنم کسایی که حداقل 20 سال 30 سال این محلشون رو ندیدن یا دوستانی که 20 سال پیش اونجا دیدن خیلی تغییر کرده. مسلماً تغییر کرده چون من خودم نسبت به 10 سال پیش رو یادمه کلی تغییر کرده. حالا چه برسه بقیه. تقریبا به انتهاش رسیدیم. بریم اون دست خیابون با اون دست هم برگردیم کنار هم باشیم و ببینیم که چقدر تغییرات اینجا ایجاد شده. میبینید این کل خیابون ترافیک بوده ما اومدیم. یعنی من بهتون توصیه میکنم حالا اجازه که ایرانن یا یه وقت حوش کردن بیان اینجا خرید کنن ماشینتون تو اولین جایی که میتونید پارک کنید. اشتباه رو نکنید که چون اینجا جا پارک گیرتون نمیاد مخصوصا اگه آخر هفته ها باشه. نمیدونم دقیقا بوستانه چیه ولی احتمالا خیلی دوستان اینجا خاطره داشتن و میدونن چیه. من اسمشو نمیدونم. حالا دقیقا اسم قدیمیش مسلما فرق میکرده و چیزی که میبینم خیلی نشستن رو نیمکتاشو دارن استراحت میکنن. نکنه اینجا قیمت هم اینجا پرشتی 5 تومنه در صورتی که من هر جا میرم 10 تومنه. خب این نشون میده که اینجا شما تو جنس ارزونتری بخرید به نسبت.
یه در اینجا پیاده روش کوچیک‌تره، برای همین احساس می‌کنم خیلی فشرده‌تره. انگار اینجا بوی اوت کلون و عطر میاد که من با سه تا ماسک روش رو احساس میکنم. میتونم بهتون بگم این ماسک هیچ فایده نداره، من گذاشتم تا کاملا احساس کردم بوی اوت کلون. احبا فلفله بسته بندی شده، توت فرنگی، دام که ماهی و آب لیمو و همه چی میفروشن. اینجا هم که بلال و سوسموس میزنن روش، میزنن پودک. بلال رو نکن تو فایل. واقعا اینجا شروع خلوگ هست. باطلا اینجا دوباره داره پیاده رو که میخواد تنگ بشه، یعنی باز بشه، باز اینجا چون بساطی هم وجود داره دوباره احساس میکنی که تنگ بشه. الان جایی که میگن مثل بازار بزرگ تهران، خب نمیشه کامل گفت، ولی خب خیلی شلوغه. میشه گفت جز خیابانهای خیلی شلوغ تهران محسوب میشه واسه خرید کردن، یعنی همه جمعیت رو خودتون میتونید ببینید. من بهتون به جرات بگم که این سمت رو دیگه بساطی ها یه جوری گرفتن دستشون، مغازه ها تعطیله. حتی اینه جواهریه، جلوی جواهریه تعطیله. دیگه ببخشید اگه این جمعیت زیاده باعث میشه من نتونم فیلم خوبی براتون تهیه کنم. واقعا شلوغه دیگه، من فکر نمی‌کردم این دست فقط به علت اینکه پیاده روش کوچیک‌تر اینجوری شلوغ‌تر ها. ترافیک انسان اینجا زیاده که اصلا نمی‌تونم. به به باقالی، لبو، لبوشت، آلوشه، همه چی اینجا هست. دهنم آب افتاد. امیدوارم برای دوستانی که اینجا خاطر داشتن یه تجدید خاطره شده باشه، ببینن چقدر عوض شده. یعنی من خودم بعد مدت ها اومدم، خیلی سال بود نیومده بودم این سمت، واقعا هم بوی از جمعیت ها خوبه. به نظرم خب آدم هم که معنی میدن به خیابون دیگه، اینجا به نظرم وجود همین آدم هست که این انرژی و این حس حال خوب اینجا ایجاد کرده. اگر اینا نباشن خب اینجا یک خیابون بیروح میشه مثل بقیه خیابونه دیگه.
قشنگ ترافیک انسانی رو میتونید تست کنید. بالاخره تونستیم در بیایم از این ترافیک. سوهان هم داره. سوهان کیار. ببینید الان تو فصل زمستونی میشه گفت باقالی و لعبو و اینجور چیزا طرفدارای خودشو داره و آلوچه. اینجا هم یکی از مرکز خریداش، حتما یه روز اینجا میام. خیلی هم بزرگه، اسمش هم نمیدونم. توسه نمیدونم، حالا شاید اشتباه کنم، ولی خیلی بزرگ بود. بابا ما آخه منم یه برگ الان دوستان میگن که فقط آدم دیدیم، ولی منم خودم مثل شما. ما کدومشون هم نفر یه چمدون تو دستشون میدن. مطمئنم که همچین جایی نمیشه تو امریکا نه اروپا، هیچ جا نمیشه پیدا کرد با این انبوع جمعیت. اگه ببینید یه جایی وای میستم خیلی کنده، واقعا ترافیک انسانیه، این جز این هیچی نیست. فروشیه فکر کنم جز آجه فروشیه قدیمیه. دوستان بگم من که نمیشناسم. بگم 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 کتون یا نمیم برامون بذار بعدا با جعفر صحبت کنم. ایتی
بالاخره حالا یکم اومدم تو خیابون که فضای ترافیکی خیابونم بگیرم براتون که ببینی چقدر شلوغه. یعنی اینجوری نیستش که فقط قسمت عابرش شلوغ باشه، خیابوناش هم تقریبا قفله. دوستان عزیز گرامی، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی بدرود. Thank you.